السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله تعالى. خبر ناباورانه در گذشت یار وفادار امام خمینی و روحانی مبارز و پارسا مرحوم حجت الاسلام و مسلمین حاج سید محمود داعی تا به فرام در روز 15 خرداد دلهای دوستان ایشان را به درد آورد و قلبهای همه ما را ماتم زده ساخت. نام دعایی با تاریخ انقلاب اسلامی گره خورده و یاد آن مجاهد خستگی ناپذیر با تاریخ زندگی امام خمینی آمیخته است. برای من و شاید برای همه کسانی که با مرحوم دایی آشنایی داشتن فراق او سخت و طاقت فرساز و مهربانی و صفای او و همچنین دل دریایی و وسعت نظرش همیشه در یادها پابرجاست. آن مرحوم از زمره پاکترین همراهان امام در نجف اشرف و از زمره خالصترین یاران ایشان و بیت ایشان در ایام مبارزه و انقلاب بود. صدای گرم او در رادیوی صدای روحانیت مبارز در دوران مبارزه و خلق و خوی نرم او در روزنامه وزین اطلاعات در دوران پیروزی از یادها نخواهد رفت. خدایش بیامرزد و او را با اجداد طاهرینش محشور دارد. این جانب ضمن عرض تسلیت درگذشت این روحانی پاک باخته و همسر و دختران و پسران بزرگوارش برای خود و همه داغ دیدگان از خدای متعال صبر جمیل مسئلت دارم. صلوات بر بفرمایید. در خدمت جناب آقای دکتر ربیعی هستیم با ذکر صلوات از محمد و آل محمد. تسلیت میگم به نوبه خودم از طرف دوستان رسانه‌ای و همه اونهایی که سالها با ایشون در فضای رسانه‌ای کار کردن، به همه ملت ایران و خانواده‌شون و به بیت معزز امام خمینی. صحبت کردن در مورد آقای دایی به اعتقاد من شاید دو قسمت، یکی وجه اخلاقی و خصوصیات فردیشون و یکی نقش سیاسی و اجتماعیش رو نمیتونیم نبینیم و پیرامون مرحوم دایی حق مطرح رو ادا کرده باشیم. من از درک میومدم تو و هم تسلیت میگفتن و همه به هم گفتن پدرمون رو از دست دادیم. حتی افرادی که در سن و سال
همسن سال مرحوم دایی بودن از دست رفتن پدر رو بیان میکردن. از لحاظ خصوصیات فردی دایی بی نظیر بود، مهربان، اخلاق مدار. در حقیقت زندگی دایی یک نهادی از مردمداری و میانجیگری اجتماعی بود. نقش اجتماعی که از خصوصیات اخلاقی و فردی این مرحوم نشأت گرفته شده بود، گم شده این روزهای ایران ماست. آدم‌هایی که خودشون مرکز اجماع میشن، مثل یک نهاد میستن، آدم‌ها بهشون تکیه میکنن، از هر مشربی، از هر گروهی میتونن بهش مراجعه میکنن. و چقدر ما کم داریم آدم‌هایی که همه بتونن بهش تکیه کنن. بدون شک فقدانش یک زایعه ای، نه تنها برای جامعه رسانه‌ای، برای جامعه سیاسی و برای فعالان اجتماعی ماست. چراغ ایشون هم برای عبادت، هم برای تنظیم برنامه‌هاش روشن بود. قبل از اذان گفتم ایشان مادر پیری داره که او برای خیلی رنج کشیده. تسلیات عرض می‌کنم محضر حضرت آیت الله خاصتاً آقای خمینی، محضر همه دوستداران این بزرگ مرد، محضر خانواده بزرگ ایشون، محضر خانواده رسانه، محضر همه کسانی که دلشون برای این کشور میتپه، دلشون برای ایران میتپه، دلشون برای اسلام میتپه، دلشون برای انقلاب میتپه. و من میخوام امروز بگم همه کسانی که دلشون برای انسانیت میتپه. مرحوم دعایی نماد انسانیت بود، نماد تواضع بود، نماد بزرگمنشی بود، ولی بیش از همه انسان بود. همه رو با انسانیتش جذب کرد. جاذبه دعایی بی نظیر بود. به همه ما نشان داد که در عین انقلابی بودن، در عین مبارز بودن، در عین سابقون انقلاب بودن، در عین یار امام بودن، در عین یار رهبری بودن، می توان یار کنار ماندگان هم بود. می توان نظر لطف به همه داشت. می توان همه رو با محبت جذب کرد. دعایی برای من بزرگی بود که همیشه به او نگاه میکردم تا انسانیت بیاد، به او نگاه میکردم تا اخلاق یاد بگیرم. نمیشه از مرحوم دعایی صحبت کرد و از خضوع او، از کوچک نمودن خود او در برابر هر کس، هر بچه، بزرگ، پیر، جوان، انقلابی، غیر انقلابی، یاد نکرد. نمازهای فردا بر پیکر مردی نمازها می‌خواند که بر بسیاری نماز بود. بر پیکر بزرگی نماز اقامه خواهیم کرد که بسیاری از کسانی که کسی رو نداشت او نماز رو بود. من این افتخار رو داشتم که به دستور آقای دعایی هفته یک روز در روزنامه اطلاعات می رفتم می شستم
قریب نواز بود. زمانی که وزیر بودم چنین پیشنهادی به من نکرد، اما زمانی که در دانشگاه اتاق کوچکی داشتم اصرار فرمود که در اتاقی که به نام حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی حفظه الله نام نهاده شده، در اون اتاق هفته یک روز بدن. همه مهمانان من رو خودش پذیرایی میکرد. پرتلاش‌ترین، فداکارترین و کوشاترین انسان‌هایی بود که در عرصه انقلاب وجود داشت. هزینه آن هم پرداخت، چه آن زمان که در خود ایران در بدر و فراری بود و تحت تعقیب بود، یا مسلماً اگر آن روزها یعنی سال 42 به بعد او رو دستگیر می‌کردن و می‌گرفتن، وضعیت بسیار ناگواری براش پیش می‌آمد. و بعد هم که در بدر شد، هجرت کرد و در دوران هجرت هم همواره در کنار امام و در محضر اون بزرگوار بود. و شیوه‌ای که داشت این بود که تا آنجایی که ممکن است نیروهایی که در عرصه هستن با هر بینش، منش، دیدگاه در کنار هم قرار بگیرند و کدورت ها، مشکلات، سوء تفاهم ها مرتفع بشود. همه تلاش خودش رو کرد و بعد از انقلاب هم، یعنی وقتی که انقلاب پیروز شد، در جنبه سلمی انقلاب که یعنی مبارزه با یک رژیم فاسد بود، همه تلاش خودش رو کرد و در دوران ایجابی انقلاب، آنگاه که بنا بود نظامی مردمی متکی بر رأی و خاص مردم و در مسیر منافع مردم حرکت کند، چهره ای از خود، از اسلام، از انقلاب نشان داد که جامعه ما صرف نیازمند به آن است. او همیشه در پی این بود که چه کسانی مشکلاتی دارند و چگونه میتواند با حفظ معیارهای اصلی انقلاب این مشکلات را حل بکند، و واقعا فداکارانه در این زمینه کار میکرد. امروز جای دعایی خیلی خالی است و صبح هم گفتم بسیار مشکلی که جای او پر بود، به خصوص در این دوران که باید روحانیت ما، کسانی که به انقلاب ما وابستند، اون چهره مردمی و رحمانی اسلام رو، چهره ایجابی انقلاب رو به جامعه، به دنیا نشان بدن. و مطمئناً جناب آقای دعایی یکی از کسایی بود که این چهره رو به نمایش می‌گذاشت. بدن مطهر مرحوم دعایی در حسینیه جماران داره با همه وداع می‌کنه. یا ابا عبدالله، یه عزیز، یکی از زراری.